چقدر خوشحالم که با این تمرین ها ارتباط گرفتی و خوشت اومده، چون که بالاخره برای خودم این فرصتی پیش اومده که تمرینات شخصیمو با تو به اشتراک بذارم. اصلا فکرش نمیکردم اینقدر دوستشون داشته باشی. همایون رو تمرین کردیم، چهارگاه رو تمرین کردیم، شور رو چرا تمرین نکنیم؟ شور ره رو میخوایم تمرین بکنیم با کوک دو سل ره. از خود ره دست باز میخوایم حرکت بکنیم بریم تا سل پایین دسته. تو این مسیر هزار تا اتفاقات جور و جور میفته. بریم ببینیم با چه چالش های انگوش گذاری مواجه میشیم. درود، من رضام، اینجا کانال یوتیوب منه. میخوایم یه تمرین جذاب دیگر رو با هم دیگه توی دستگاه شور این دفعه انجام بدیم. شور ره، کوک ساز تو دو سل ره بکن. روال تمرین رو احتمالا میدونی چه شکلیه اگر این ویدیو و این ویدیو رو دیده باشی. کوک سازت الان دو سل ره، مضراب اونم راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ میخواد پیش بره. یه مضراب راست از سیم بم استارت میخوره ره، توی تار کمر مضراب میخوابه رو سیم پایین. با ستار هم میتونی همین تمرین انجام بدی. با انگوش اولت می کرون رو اینجا بگیر. اگه سازت 28 پرده است می بمال رو جا میذاری، می کرون رو میگیری، ره می. با انگوش سومت اینجا میشه فا، فا بکار، ره می فا می. استانداردش اینه که با انگوش دوم بگیری، ولی با انگوش سوم خیلی راحت تره و منچهت قشنگ حالت نرمال و گردی پیدا میکنه. دیگه نمیخواد خیلی این شکلی بکنی دست تو. ره می فا می، ره می فا می. اینو بندازیم روی دایره، باش پیش بریم ببینیم جلوتر چه اتفاقی میفته. فعلا همین رو تکرار کنیم. راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ، ره می فا می. بر خودت میتونی سرعتش رو ببری بالا، اینجا پاس بکنی، یه ذره تمرینش بکنی. میخوام سعی کنم که ویدیو کوتاه بشه این دفعه انشالله. ببین حالا نوت بعدی که میخوایم اضافه بکنیم ر می فا سل فا می. سل دست باز داریم، پس راست چپ راست چپ. به سل دست بازمون پس چپ رسید. ر می فا سل فا می. حالا این ساختاریه که میخوایم تکرارش بکنیم. راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ، ره می فا سل فا می، ره می فا سل فا می. تو ستارم بچه دقیقا همینش، دیگه نمیتونم هی ستار رو عوض بکنم. ببین یعنی ساز رو عوض بکنم. راست چپ راست چپ راست چپ، این شکلی تمرینش بکن. بیا سریعتر از این مراحل رد بشیم، بریم به جای جذابتر برسیم. بعد از سل لا رو اضافه میکنیم. لا رو هم با انگشت دومت این شکلی میتونی بگیری، چون که اینجا میکروم و فا رو با انگشت سوم گرفتی. نرماله که لا رو بخوای با انگشت دوم بگیری، یا اگه نه میتونی با همون انگشت یک عادی بگیری. ر می فا سل لا سل فا می. راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ. روی فا اگه میتونی یه ویبرو بزن، روی لا هم اگه میتونی یه ویبرو بزن. فا به این دلیل که درجه سوم شورمونه ویبره میپذیره، و لا به این دلیل که فاصلش با درجه بعدی نیم پرده است، اونم به این دلیل ویبره میپذیره. فعلا همین دوتا تکنیک رو خیلی ریز سعی تو بکن که اجرا بکنی، اگه نه که هیچی. این مرحله رو تکرار میکنی برای خودت. بریم سراغ مرحله بعدی که سی به مول میخواد اضافه بشه، احتمالا مضراب چپ میخوره. ر می فا سل لا سی لا سل فا می.
تکرارش کن. سرعتش اگه تونستی ببر بالاتر. ببین گاهی اوقات با دو سه لا و سی رو میگرم، گاهی اوقات با اول و دوم. میخوام که همه اینا تو دستت بیفته. یه بار اونجوری تمرین کن، یه بار اونجوری تمرین کن، هر دو تا حالتشو همزمان تمرین کن. بذار دستت آماده باشه برای چالش‌های مختلف. برای سیب مول دو دست باز رو داریم. ببین یه عالمه نوت داریم ولی همچنان رو همین سر دستیم، همه چی داره همینجا اتفاق میفته. اینجا یه اتفاقی که میفته، دو رو وقتی که پایین دست باز با مضراب راست میزنی، باید با چپ دوباره برگردی رو سیم زرد برای سیب مول. حواست به این موضوع باشه. راست چپ، راست چپ، راست چپ، راست چپ، راست چپ، راست چپ. ره می فو سول لو سی دو سی لو سول فو می ره. با من بزن. باید بیشتر تکرار بکنیم. من چون که میخوام ویدیو کوتاه بشه کم میزنم. هر کدوم از این الگوها رو حداقل 10 دقیقه یه رو تکرار کن. حتما حوصله کن و این کارو بکن تا نتیجه خوبی بگیری. من اگه بخوام اونجوری تمرین کنم ویدیو احتمالاً 2 ساعت میشه. ولی کوتاه فقط بهت معرفی میکنم و میبندمش، میرم سراغ مرحله بعدی. خودت میتونی پاز بکنی و تکرارشو بیشتر انجام بدی. بعد از دو دست باز ر رو داریم. مرسی که ویدیو رو لایک میکنی. Re mi fa sol la si do re. مزار چپ رسید بره. دوباره دو دست باز راست میشه. دو سی لا سول فا می. و تکرار. Re mi fa sol la si do re do si la sol فا می. راست چپ، راست چپ، راست چپ، راست چپ، راست چپ، راست چپ، راست چپ. این مرحله رو حفظ بکن و تکرارش بکن. بعد از ره میکرون رو بزنیم. باشه بریم با هم دیگه اضافه بکنیم فقط میکرونو. آماده ای؟ یک دو شروع کن. ره می فا سول لا سی دو ره می ره دو سی لا سول فا می. راست چپ، 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 راست چپ. این پس از این مرحله که میکرون اضافه شد، حالا رسیدیم به این مرحله که فا اضافه میخواد بشه و همچنان ما توی سر دسته ایم و هیچ تغییر پوزیسیونی نداشتیم، هیچ انگوش گذاری خاصی رو هنوز معرفی نکردیم. بعد از اینکه فا رو زدیم تازه ماجرای جذابمون شروع میشه. بیا با هم دیگه بریم و فا رو اضافه بکنیم.
ره می فو سول لا سی دو ره می فو می ره دو سی لا سول فو می راست چپ 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 تکرارش کن. ولی بازم تو بیشتر تمرینش بکن و اگه نمیتونی سرعتش رو تا اینجا بیاری بالا، با همون سرعت پایین آروم آروم تکرارش کن، بذار پخته شه. خب حالا همونطور که گفتم از اینجا به بعد ماجراهای جذاب انگشت گذاریمون شروع میشه. بعد از این فا میخواییم سولو اضافه بکنیم. با چه الگو انگشت گذاری میریم جلو؟ از ر به می باید با انگشت اولمون حرکت بکنیم جلو. این قاعده رو یاد بگیر و سعی کن طبق همین چیزی که بهت میگم قدم به قدم با من پیش بیای. ببین میگیم که ره می فو سول لا سی دو، ره می فو سول فو می ره دو سی لا سول فو می. سعی نکن با انگشت دومت حرکت بکنی یا با انگشت سومت حرکت بکنی، چون که قانون ما اینه که از یک پوزیسیون به پوزیسیون همسایه با انگشت اول توی تمام سازهای زهی، اینه نه فقط تار و ستار، توی همه سازهای زهی این قاعده کار میکنه. پس وقتی که سول اضافه کردیم با انگشت اولمون از ره به می پس حرکت کردیم جلو. حالا میخوایم بریم توی مرحله بعدی، میخوایم لا رو اینجا اضافه بکنیم. وقتی که لا اضافه میشه خب پوزیسیون همسایه نیست، بنابراین اون قانون رو دیگه اجرا نمی کنیم. با انگشت اولمون از ره به می حرکت نمی کنیم جلو. یه کار دیگه میکنیم، اون کار اینه که اول و دوم انگشت اول و دوممون ره و می رو میزنن، بعدش پا میشیم، دیگه حرکت نمیخواد بکنیم، پا میشیم، میم با انگشت اولمون حالا فا رو میگیریم. یعنی چی؟ یه بار فقط ببین. دیدی چه اتفاق افتاد؟ گفتم ره می پا شدم فا سول لا رو با یک دو سه زدم راحت. برش بدونه که نوت خاصی رو تکرار بکنم، دوباره درجا دستم رو زدم به دیوار برگشتم با همون حالت انگشت گذاری دوباره، یعنی معکوس همون میشه، قرینه همون میشه. اگه اینجا زدم یک دو سه دوباره همین مسیر رو برمیگردم سه دو یک دو یک و ادامه ماجرا. پس آروم بیا با هم دیگه تکرار بکنیم. از ره دست باز تا لا میخواییم بریم و برگردیم. یک دو شروع کن. ره می فو سول لا سی دو، ره می فو سول لا سول فو می
میره دو سی لا سول فا میره. قاعده انگشت گذاریش اینه، سعی نکن حالت دیگه ای رو تجربه بکنی. دارم من همه چیزا رو تجربه کردم، من و کسایی که قبل از من بودن تجربه کردن، به این نتیجه رسیدیم که این راحت ترین حالتشه. خب از این تجربه استفاده بکن و همین ترکیب رو نگه دار و تکرارش بکن تا تو دستت اصولی و درستش جا بیفته. خب حالا میخوایم بعد از لا سی بمول رو اضافه بکنیم، دوباره قاعده عوض میشه. وقتی که موقعیت این شکلی پیش میاد که حالا از سردستی میخوایم حرکت بکنیم تا سی بمول این دفعه بریم، پس دیگه لزومی نداره که با انگشت یکم حرکت بکنیم جلو یا با انگشت اول دوم اینو بگیریم بعد پاشیم. یه کار دیگه میکنیم، میایم یک دو سه ر می فا اینجا میزنیم، پا میشیم سول لا سی، یک دو سه دوباره میزنیم. این سریع ترین راحت ترین و بهترین حالتشه. یعنی چی؟ ر می فا یک دو سه سول لا سی یک دو سه و همین مسیر رو برمیگردیم، سه دو یک سه دو یک دوباره برگشتیم عقب. آماده ای؟ بریم با هم دیگه بزنیمش. یک دو شروع کن. سرعت یه ذره ببریم بالاتر. اوکی پس خودت بازم بیشتر تکرارش بکن. پس از دو دست باز تا سی بمول که خواستیم بیایم، یک دو سه یک دو سه شد این مرحله. اگه میخوای یادداشتش بکن که یادت نره. بعد از سی بمول میخوایم دوباره یه نوت دیگه اضافه بکنیم و اون نوت دوه. حالا وقتی که دو عوض میشه دوباره سیستم تغییر میکنه. این دفعه چه شکلی میشه؟ میایم میگیم که خوب دقت کن، یه جوری یادداشتش کن، از ر به می با انگشت اولمون سر میخوریم، شبیه به همون مرحله که فقط میخواستیم سولو اضافه بکنیم. یادته از ر تا سولو این شکلی میای، ر به می با انگشت یک سر میخوره جلو، بعد فا و سولو با انگشت دوم و سوم میزنیم و پا میشیم لا سی دو رو با انگشت اول دوم سوم میگیریم. این بهترین و سریع ترین و اصولی ترین راه حلشه. ببین یه بار فقط میخوای نگاه کن.
برگشتشم دوباره همون 3 2 1 3 2 1 1. اتفاقی که میفته باید حواست باشه از ربه می با انگشت 1 حرکت بکنین جلو. حالا از اینجا دوباره 1 2 3 1 2 3 و دوباره 3 2 1 3 2 1 1. همین بزنیمش با هم دیگه. 1 2 شروع کن. مرحله 2 پیش رفتیم تا اینجا و این شکلی شده که با انگشت اولمون از ر به می حرکت میکنیم جلو و 1 2 3 لا سی دو هم با انگشت اول دوم سوم میگیریم. خیلی خوب، میخوای یه استراحت کوتاه بکن و برگرد. میخوایم توی مرحله بعدی ر رو اضافه بکنیم. الان یعنی داریم 2 اکتاف حرکت میکنیم از ر، دست باز سیم بم تا ر پایین دسته، مجموعا میشه 2 تا 8 تا نوت، 16 تا نوت، 2 اکتاف. خب بریم ببینیم که وقتی تا ره میخواییم بریم چه اتفاقی پیش میاد. خوب دقت کن و اگه میخوایی یادداشت بکنیم، به اینجا که میرسی ره می رو با انگوش اول دوم میزنی پا میشی، فاصله رو با انگوش اول دوم سوم میزنی پا میشی، سی دو ره رو با انگوش اول دوم سوم میزنی و دوباره همین مسیر رو این خودش برمیگردیم. معکوس 3 2 1 3 2 1 2 1. پس وقتی از ر تا ر پایین دسته میخوایم بریم، حالت انگشت گذاری اینجاش میشه 1 2 1 2 3 1 2 3. اینو یادداشت کن که یادت نره. ببین راحت، اصولی و جذاب. یه باری که آروم با هم دیگه بزنیمش. ره می فا سل لا سی دو ره، فا سل لا سی دو ره دو سی لا سول فا می ره دو سی لا سول فا می ره. بکنیم. من دیگه میخوام یه جمع‌بندی بکنم، بریم نوتایی که باید اضافه بکنیم و اضافه بکنیم و ببندم بحثشو، ولی تازه ماجرای تو با خودت شروع میشه بعد از اینکه ویدیو رو کامل تماشا کردی. خب بعد از ره میخوایم میکرون اضافه بکنیم. یه نوت اضافه شده، میکرون اضافه شده، ولی قاعده ها کلن دوباره به هم ریخته. این مرحله ساده است. چرا؟ چون که دیگه نیاز نیست 1 2 بزنی بعد بپری. از همینجا که میخوای حرکت بکنی ماجرا میشه سر این قسمت دیگه. رو سیم 1 1 2 3 میزنی پا میشی، 1 2 3 میزنی پا میشی، 1 2 3 دوره میکرون. پس یادت باشه تا میکرون که میخوایم بریم البته باید یاد داشتش بکنیم. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 است، هیچ چیز عجیبی نداره. ببین
خیلی روون و ساده میشه اتفاقا. فقط باید این پرشا رو حواست باشه، اینجا میزنی پاشی دوباره با انگوشه یکت سریع اون نوتی که باید رو بگیری. با هم دیگه بریم، یک دو شروع کن. و جذابیه و این پاسایی زدن میگم بریم وقتی از یه منطقه میخوایی تا یه منطقه دیگه حرکت بکنی بری و یک عالم نوتو پشت سر بذاری بریم میگن پاساژ زدن. و این تمرین، مجموعه این تمرین، انواع اقسام پاساژی که میخوایی بزنی رو دست تو براش آماده میکنه. خب حالا بعد از میکرون میخوایم فا پایین دسته رو اضافه بکنیم. ره رو زدیم، میکرون رو زدیم، فا رو میخواییم اضافه بکنیم. فا که میخواد اضافه بشه اینو یادداشت بکن، دوباره یک یک باید بیاییم. چرا؟ به خاطر اینکه میگیم که ره می فا سول، اینو میزنیم از شهرش خلاص میشیم، پا میشیم، لا سی دو رو با انگوش اول دوم سوم میزنیم، پا میشیم، ره میکرون فا رو با انگوش اول دوم سوم میزنیم. این بهترین و سریع ترین و راحت ترین راه حل و قاعده شه. پس به فا که میخواییم برسیم، یک یک دو سه پا میشی، یک دو سه پا میشی، یک دو سه، و همین مسیر رو بر میگردی، سه دو یک، سه دو یک، سه دو یک یک. بریم تو کارش. و شیک و جذاب تمرینش بکن با لبخند. بریم سراغ مرحله آخرش که دیگه سل پایین دسته میخواد اضافه بشه. وقتی که سل اضافه میشه دوباره تغییر میکنه سیستم، اینم یادداشت بکن. اینجوری میشه که ره می رو با انگوش اول دوم میزنی، شرش رو میکنی، تمام، میای سراغ فا سل لا، یک دو سه، سی دو ره، یک دو سه، می فا سول، یک دو سه. پس یک دو، یک دو سه، یک دو سه، یک دو سه. اینو میتونی هر جوری که یادت میمونه یادداشت بکنی. برگشتش هم دوباره سه دو یک، سه دو یک، سه دو یک، یک دو، ببخشید دو یک. خب بریم ببینیم چه شکلی میشه. مثلا thank you.
سپاس از مهر و توجهتون.